توافق و تعویض کارت‌ها و کارت‌های حافظه و مموری صحبت کرده بودید. در مورد این جزئیات توافق می‌فرمایید و آقای گروسی بعد از شورای حکام هم به صراحت اعلام کردن که نظارت‌های ما کم هست. نظر شما رو می‌خواستم در این رابطه. ببینید، ما طبق مقررات آژانس و پادمان در تعداد بسیاری از فرایندها که صراحت قانون هست در آژانس بین‌المللی هسته‌ای، دوربین‌های آژانس اونجا وجود داره و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای رو کل جهان رو اونها انجام میدن که شامل حال ما هم میشه. از روز نخست بوده، الان هم هست. افزون بر اون تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ما هست و ما مکلف هستیم که این شفاف سازی رو انجام بدیم، تعدادی دوربین و متأثر از تفاهم‌نامه برجام نصب شده بود که اینها با توجه به برگشت از تعهدات، چون طرف‌های مقابل هیچ کدوم به تعهدات خودشون پایبند نبودن، یعنی انجام ندادن تعهدات خودشون رو، بنابراین اون دوربین‌ها و اون نظارت‌ها برای جایی که تعهداتی رو که طرف مقابل متعهدش انجام نداده دیگه ضرورتی نداشته که وجود داشته باشه. توی این عملیات‌های اخیر تروریستی که بعضی جا صورت گرفته بود، اینها خب تعدادی از اینها آسیب دیده بود که شامل دوربین های پادمانی هم بوده، ترکیبی از اینها. اینها خب منجر شده بود که به دوتا گزارش فوق‌العاده سختگیرانه و به گونه مخرب که منتشر شده بود و ما برای اینکه رفع ابهام بکنیم و شفاف سازی بکنیم، همین ملاقات و این دیدار گام اولیه‌ای بود که ما جلوگیری بکنیم از ابهام زایی و ایجاد اشکال در روند اجرایی برنامه‌های هسته‌ای کشور، و مطمئن هستیم که با دستاوردی که داشتیم در این مرحله به یاری حق تعالی این رو به گونه‌ای مدیریت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد که اولا هیچ ابهامی برای برنامه‌های هسته‌ای ما که کاملا صلح‌آمیزه و مطابق مقررات هست برای آژانس به وجود نیاد، و ثانیاً تعهدات برجامی رو که طبق قانون مجلس اونها ادامه پیدا نمی کنه، ما متأثر از قانون هم ما اونها رو ادامه ندیم و مقید باشیم به قانون اقدام راه برد. خبری از قبلی من اینکه شما صفحه خواهید داشت به بیان، این خبر صحت داره من که جزئیاتش بشه شکل اجلاس عمومی سازمان انرژی هسته‌ای هفته آینده است و به یاری اختار ما در اون شرکت